به نظر من به عنوان یک ناظر، شهروند یا هر کسی که به هر حال در ایران زندگی کرده، میگم اصلاحات به معنای خاصش، یعنی آنچه که در سال 76 اتفاق افتاد فرصت حکومت بود، یا تنها فرصت حکومت تا امروز بود برای اینکه بتونه با یک وضعیت مطلوبی که هر حکومتی دوست داره، یعنی در آرامش و امنیت نسبی به حیات خود ادامه بده. نمیگم تنها فرصت برای مردم یا حتی برای کشور، میگم برای حکومت. و این فرصت رو خب از دست داد، مقابلش ایستاد و این فرصت رو از خودش گرفت. بعد از اون دیگه مجبوره با اسلحه با مردمش حرف بزنه. به این معنا نیست که حالا قبلش با منطق با مردم سخن میگفت، نه، اما میتونست از اون فرصت اصلاحات استفاده کنه، طوری که دیدیم مردم کردستان و مردم سیستان و بلوچستان که بیشترین تقابل حکومت همیشه با اونا بوده، بیشترین رأی رو دادن به هم دولت و هم مجلس اصلاحات. مردمی که هم از نظر مذهبی و یعنی ایدولوژی و هم از نظر به هر حال فاصله از مرکز، هم فاصله از ایدولوژی حکومت، هم فاصله از در واقع ثروت و امکانات بسیار نسبت به بسیاری فاصله بیشتری داشتن و حکومت هم با اونا در تقابل بوده، چقدر استقبال کردن از این وضعیت سیاسی اون موقع. این هم تو پرانتز بگم که هر جا دیدین که ما مردم این منطقه انگ تجزیه طلبی میزنن، به عنوان یک فکت تاریخی میشه همین شرکت و مشارکت در انتخابات دوره اصلاحات رو به رخ اون گوینده کشید که اونها تجزیه طلب نیستن و اینطوری خواستن که بالاخره با صندوق رأی و با منطق سیاسی با حاکمیت وارد گفتگو بشن. همین به همین شکل معتقدم نواندیشی دینی درسته، خب باز به نفع حکومت هم هست که به نوعی تا اونجایی که من دیدم قائل به جدایی دین از سیاست و نوعی سکولاریسم هست. باز این به نظر من تنها فرصت برای دین برای حفظ خوده و برای حکومت دینی برای حفظ خود یا برای حفظ ایدولوژیش، و اگر وگرنه و اگر اینو نپذیره، خب اون موقع با یک قهر انقلابی و با یک مقاومتی روبرو خواهد شد که تا امروز هم شده. دیدیم که اصلاحات رو دست رفت واقعا دیگه بعد از اون با زندان و شکنجه و بازداشت، با اعدام و گلوله و با اسلحه داره با مردم حرف میزنه و این برای هیچ حکومتی خوب نیست. گیرم که دوام هم آورده باشه یا دوام بیاره چند دهه. اکبر نژاد یا آخوندی که جدیدن، یک روحانی که جدیدن بحثش هم شد فکر کنم، دادگاه ویژه روحانیت اینو فرخوانده، سال 97 همین که حوزه علمیه کنگاور فکر کنم مسئول حوزه علمیه اونجا بود، سال 97 گفته بود حوزه علمیه نه تنها مردم بلکه طلبه ها را هم از دست داده است. و بعد یه مصاحبه بود اونجا، تو گوگل کنید هست، به این معنا که حتی طلبه های جوان هم دیگه نمیپذیرن این شکل از دین. خب دور و برمون هم ما زیاد دیدیم، من که زیاد داشتم، تو کسایی که دوست و آشنا و اینها با هم آشنا شدیم، دیدم یک دوره اینا رفتن حوزه علمیه، وقتی هم برگشتن فکر نکنین دیگه فقط طلبه نبودن، دیگه اصلا دیندار نبودن. اینه که دین اگه بخواد راکت بمونه و اینها، نواندیشی در شکل نگیره یا سکولاریسم در اون شکل نگیره، که این دوتا هم میتونه وقت متفاوت هستن، ولی فعلا در این شرایط خاص نواندیشان دینی همین سکولاریسمه. و اگه به روز نشه، خود همون طلبه ها و کسایی هم که در حوزه علمی هستن نمیتونن هضمش کنن و به سمتی میره که خب برای نه برای دین و نه برای حکومتی که بر اساس اون دین شکل گرفته خوب نیست. در واقع سکولاریسم آخرین فرصت دین برای حفظ خودشه، وگرنه تا روزی که رمقی براش
بمونه و تمام سرمایه رو از دست بده، دیگه ممکنه با یک حالت انقلابی، نمیگم کامل، ولی به حدی بسیار ضعیفتر از آنچه که میتونست از سکولاریسم باقی بمونه ازش باقی بمونه. یعنی ممکنه به درجه برسه اونقدر چهره قهری از خودش نشون بده، اونقدر با خشم با مردم حرف بزنه برای حفظ خودش و برای حفظ خودش از اسلحه و اعدام استفاده کنه که دیگه خبری از دین در خانواده، در مطالعه آزاد غیر مدرسه‌ای، در کتاب‌های تألیفی مستقل و غیر سفارشی، در اخلاق و حتی زیارت رفتن مردم دیگه نباشه. در واقع این رهبران سیاسی هستن که رمقی برای دین باقی نمیذارن. همین حالا هم اکثر کوپن‌ها رو این حاکمان خرج کردن، به نوعی خزانه کلمات و حکایات و روایت هاشون در حال خالی شدنه. هر کشوری که وارد جنگ میشه تا یه حدی میتونه سرمایه پای این جنگ بریزه دیگه. اینا سرمایه دین رو تا تونستن خرج کردن برای حکومتشون.